ببینید بچه ها، توی الکتریسیته وقتی دو تا ذره باردار رو در نزدیکی هم قرار میدادیم، اینا به هم نیرو وارد میکردن، یعنی یا جذب میکردن یا دفع میکردن. حالا میخوام ببینم اگر دو تا سیم حامل جریان داشته باشم، آی1 و آی2، این سیم های حامل جریان رو در نزدیکی هم دیگه قرار بدم، در اطرافشون میدان به وجود میاد، آیا میدان حاصل از این سیم ها روی هم اثر نمیذاره؟ یعنی به هم نیرو وارد نمی کنن؟ چون ما قبلا یاد گرفته بودیم که اگر یک سیم حامل جریان در داخل یک میدان خارجی قرار بگیره، از طرف میدان بهش نیرو وارد میشه. من اینو میخوام بررسی کنم و ببینم چه نتیجه میتونم ازش بگیرم. آره کاملا درسته، همون فعالیت کتابتون رو میخوام بررسی کنم. یعنی میخوام ببینم نیرویی که دو تا سیم حامل جریان به هم وارد میکنه، اولا چه جوری به وجود میاد، ثانیاً جهتش کدوم وریه، ثالثاً چه جوری میتونم مقدارش رو به دست بیارم. پس هدف از این قسمت سه تا موضوع شد: یک، نیروها چه جوری به وجود میان، جهتشون کدوم وریه، مقدارشون چجوری اندازه گیری میکنه. پس دقت داشته باشیم. در شکل‌های زیر نیروی وارد بر هر یک از سیم‌ها رو از طرف سیم دیگر رصد کنیم. ببینید بچه‌ها، ما الان دو تا سیم داریم که جریان‌های همسو ازش عبور میکنن، دو تا سیم هم داریم که جریان خلاف جهت. میخوایم ببینیم اینها چه نیرویی به هم وارد میکنن. پس در حالت اول میام شکل‌ها رو میکشم، سیم شماره 2، سیم شماره 1. بعد میام از خودم سوال میکنم، میگم خب هر یک از این سیم ها در اطراف خودشون میدان دارن، میدان حاصل از این سیم ها رو من میتونم رصد کنم. مثلا سیم شماره 1 یا 2 فرقی نمیکنه، 60 در جهت جریان، چرخش انگشتان جهت میدان. اگه من 60 رو بذارم در جهت جریان، انگشتامو بچرخونم، میدان در سمت راستش میشه در اون سو، یعنی از این ور میره داخل، از اون ور میاد بیرون. خب میدان از اینجا هست تا بی‌نهایت، یعنی از روی سیم شماره 2 هم رد میشه. یعنی سیم شماره 2 چه ما بخوایم چه نخوایم در میدان سیم شماره 1 قرار میگیره. خب سیم حامل جریان باشد، میدان هم حضور داشته باشه، میدان هم روی این سیم اثر بذاره، نیرو وارد نمیشه. چرا؟ چه جوری تعیین میکردیم؟ 4 انگشت در جهت جریان، کف دست میدان، 60 میشد نیرو. این نیرو رو کی وارد کرده؟ میدان شماره 1. میدان رو کی ایجاد کرده؟ سیم شماره 1. پس این نیروی سیم شماره 1 با واسطه، اسمش هم گذاشتیم F12. خب اینو بذار کنار. حالا سیم شماره 2 مگه میدان نداره؟ چرا؟ 60 در جهت جریان، چرخش انگشتان میشه جهت میدان. پس سمت چپ میدان برونسوه تا میرسیم رو سیم شماره 1، دقیقاً اونجا هم یه میدان برونسو داریم. خب بچه ها، سیم شماره 1 در میدان سیم شماره 2 قرار گرفت، 4 انگشت در جهت جریان، خم شدن انگشتان جهت میدان، 60 میشه جهت نیرو. این نیرو رو کی وارد کرد؟ B2. B2 از کجا اومده؟ سیم شماره 2. پس 2 به 1 نیرو وارد کرد. حالا بچه ها، این دوتا نیرو نیروهای عمل و عکس العمل هن. زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. اگر 1 به 2 نیرو وارد میکنه، 2 هم به 1 نیرو وارد میکنه. این نیروها از نظر اندازه با هم برابرن و از نظر جهت مخالفن. صبر کن ببینم، دوتا نیرو خلاف جهت به سمت داخل، میدونی یعنی چی؟ یعنی همدیگر رو دارن جذب میکنن. نتیجهش چی میشه؟ اگر دوتا سیم داشته باشیم که جریانهای همسو ازش عبور کنه، یکدیگر رو جذب میکنن. این برای کدوم حالت؟ برای حالتی که جریانهای ما همسو باشن. حالا اگه جریانها همسو نباشن، بچه اگر جریان ها خلاف جهت باشن، سیم شماره 1 رو سیم شماره 2 میدان نمیذاره. چرا؟ 60 در جهت جریان، چرخش انگشتان میشه در اون سو، 4 انگشت در جهت جریان، کف دست میدان میشه نیرو. یعنی 1 نیروی رو به اون طرف داره، دفعش میکنه، F12. حالا 60 در جهت جریان I2 روی 1 یه میدان ایجاد میکنه در اون سو، این میدان رو جریان اثر میذاره، 4 انگشت در جهت جریان، کف دست میدان، نیروش به دست میاد. اینا هم جهتن یا خلاف جهت؟ خلاف جهت. اگه خلاف جهت باشن، همدیگر رو دارن چیکار میکنن؟ دفع میکنن. باز هم از نظر اندازه اینا با هم چیان؟ برابر هستن. پس نیروهای برابر ولی خلاف جهت، معنیش چیه؟ دارن همدیگر دفع میکنن. نتیجهش چی میشه؟ اگه جریان ها همسو باشن، همدیگر رو جذب میکنن، اگه خلاف جهت باشن، یکدیگر را دفع میکنن. پس چقدر خوبه که ما اینو به عنوان نکته به خاطر بسپاریم. اگر جریان در سیم های موازی همسو باشند، یکدیگر را جذب، و اگر در خلاف جهت باشند، یکدیگر را دفع میکنن. این نتیجه آزمایش ما بود.
یعنی ما میتونیم آزمایشی طراحی کنیم که چنین اتفاقی رو نشون بده، جریان های همسو یکدیگر رو جذب و جریان های خلاف سو یکدیگر رو دفع میکنن. حالا ممکنه دانش آموزی از من بخواد اندازه این نیرو رو من چجوری میتونم حساب بکنم، میتونی اندازش رو برای من حساب کنی؟ میگم ببینیم چیکار میشه کرد. از دو سیم موازی بلند جریان‌های آی1 و آی2 عبور می‌کنند. اگر فاصله سیم‌ها از یکدیگر دی باشد، نیروی وارد بر طول ال از هر یک از سیم‌ها از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ بچه شکل رو نگاه کنید. دو تا جریان همسو داریم به فاصله دی از هم دیگه. من میام میگم بچه‌ها فاصله رو که داریم، جریانم که مشخصن، یه طولی به اندازه ال هم ازش جدا می‌کنیم. می‌خوام ببینیم چه نیرویی به هم وارد می‌کنه. خب سیم شماره 1 میدان ایجاد می‌کرد. جریان میدان نیرو. سیم شماره 2 برونسو میدان ایجاد میکرد. جریان میدان نیرو. حالا بیایم یه قرار با هم بذاریم، این دوتا نیرو رو دیگه نیایم میداناشون هم بکشیم، همیشه همینجوری بگیم اگه همسو بودن به سمت داخل، خلاف جهت باشن هم دیگر دفع میکنن. پس من میتونم اینو بذارمش کنار. حالا بیام بنویسم، بگم این دوتا نیرو از نظر اندازه با هم برابرن. مقدار نیرویی که میدان به سیم وارد میکنه، مثلا همین F1 به 2 رو بخوایم حساب کنیم، چجوری حساب میکنیم؟ میگیم BIL سینوس تتا. F این نیرویی است که به هم وارد میکنه، B یکی از این میدان مغناطیسی، حالا فرقی هم نمیکنه، L طول سیمی باشه که مد نظر ما هست، I هم جریانی که از این داره عبور میکنه، سینوس تتا هم که 90. چرا؟ چون جریان و میدان بر هم عمود هستن. حالا اگر من بخوام جاگذاری کنم میشه B1 I2 L سینوس 90. دقت کنید، من این سیمو دارم بررسی میکنم، سیم شماره 2، میدان روی اون B1ه، جریانش هم I2ه. حالا این B1 رو کی ایجاد کرده؟ سیم شماره 1. سیم شماره 1 میدان رو چجوری درست میکنه؟ مو صفر I تقسیم بر 2 پی R دیگه، نه؟ جریانش I1ه، فاصلش هم دیه. میام میذارم تو رابطه، میشه F مساوی است با 4 پی ضرب در 10 به توان منفی 7 ضرب در I1 که اینجا بود، ضرب در I2 که در فرمول بالا بود، ضرب در L تقسیم بر 2 پی دی. اینا با هم دیگه ساده میشن. چیزی که باقی میمونه 2 ضرب در 10 به توان منفی 7 I1 I2 دی ضرب در L. پس بچه‌ها به عنوان نکته به خاطر بسپاریم، اگر دو تا سیم داشته باشیم که جریان‌های I1 و I2 از هم عبور کنن، فاصله شون هم از هم دیگه دی باشه، مقدار نیرویی که به طول L از اونها وارد میشه از رابطه 2 ضرب در 10 تا منفی 7 I1 I2 تقسیم بر D ضرب در L به دست میاد. باز تاکید میکنم بچه ها، این طول L رو سوال میگه، مثلا میگه به طول 1 مترش چقدر نیرو وارد شده. هر نیرویی که 1 به 2 وارد کنه، 2 هم به 1 وارد میکنه، چون عمل و عکس العمل از نظر مقدار با هم برابرن. پس من میتونم به راحتی از این رابطه برای حل مسئله هام استفاده کنم. پس دقت داشته باشید، مقدار نیرویی که بین دو تا سیم برقرار میشه رو میتونیم از این رابطه به دستش بیاریم. بدانیم، یا بهتر است بدانیم که اگر فاصله دو سیم دی و جریان عبوری از آنها I1 و I2 باشد، نیرویی که هر یک از سیمها به طول L از یکدیگر وارد می کنند همیشه از رابطه زیر به دست می آید. 2 ضرب در 10 به توان منفی 7 I1 و I2 تقسیم بر D ضرب در L. دقت کنید، I1 و I2 جریان های عبوری هستند، D فاصله سیم هاست، L طول سیم مورد نظر، F مقدار نیرویی که به اون طول وارد میشه. بد نیست یه مثال ساده ازش حل کنم براتون. دقت کنید، مثال: از سیم راست و موازی و دراز جریان‌های مطابق شکل عبور می‌کند. نیروی وارد بر هر متر از سیم سی چند نیوتن است؟ بچه‌ها سه تا سیم داریم، آو بی و سی. ما می‌خوام نیروی وارد بر سیم شماره 3 رو حساب کنیم. پس میام شکل رو می‌کشم، میگم بچه‌ها سیم شماره 3 تحت تاثیر چند تا جریان غیر خودش قرار داره؟ دو تا. جریان شماره 1، جریان شماره 2. دو رو فراموش کن، یکی یکی. سیم شماره 1 و سیم شماره 2 جریان‌هاشون همسو یا خلاف جهت؟ خلاف جهت. پس همدیگر رو دفع میکنن. یعنی 1 به 3 به این سمت نیرو وارد میکنه، بهش میگیم F1 به 3، دفعش میکنه. هر عملی عکس العملی داره، شماره 3 هم به 1 وارد میکنه به اون سمت. اونو که نمیخوایم رسمش نمیکنیم، فقط نیروهای وارد بر سیم C رو رسم میکنیم. سیم شماره 2 چیه؟
با سیم شماره 3 همجهتن، پس جذبش میکنه. یعنی 2 3 رو میکشه به سمت خودش، یه نیرو به این سمت میشه، اف 2 به 3. هر عملی عکس العملی داره، اونم رسم نمیکنیم. چرا؟ چون ما فقط نیروهای وارد بر سیم مورد نظر خودمون رو میخوایم، با اونها کاری نداریم. 1 1 اف 1 به 3 یعنی نیرویی که 1 و 3 به هم وارد میکنن، اف 2 به 3 یعنی 2 و 3، پس اینا جدا باید حساب بشن. بعد بیایم با هم دیگه برایند بگیریم، چون خلاف جهتن باید از هم کم بشن. لذا من میام مینویسم، میگم اف 1 به 3 میشه 2 ضرب در 2 تا منفی 7، جریان 1 جریان 3 تقسیم بر فاصله ضرب در طولش، همه اینا برای من معلومن. جریان آی 1 10 آمپر، جریان آی 3 3 آمپر، فاصله آ تا سی 8 و 4 12 سانتی متر، طولش همون مقداری که خودش گفته صورت سال به طول 1 مترش. پس من عددها رو جاگذاری میکنم، ساده میکنم، میشه 5 ضرب در 10 تا منفی 5 نیوتن، یه نیرو به دست من. بریم دومی، بین 2 و 3 2 ضرب در 10 تا منفی 7 جریان ها در هم ضرب میشن، فاصله 4 سانتی متر، طولش هم 1 متر، حاصل 6 ضرب در 10 تا منفی 5. صبر کن، کدوم یک از اینا بزرگتره؟ این بزرگتره. پس موقعی که میخوای برایند بگیری بزرگتر منو کوچیکه کنی، نتیجهش حاصل این عبارت به اون سمت میشه، یعنی سیم شماره سی به سمت سیم ها کشیده میشه. درسته یکیشون دفع کرده که جذب کرده، ولی جاذبه غالب بوده. پس موقعی که این دوتا رو میخوایم برایند بگیریم حواسمون رو جمع میکنیم، اونی که بزرگتره منهای کوچیکه میکنیم، 6 ضرب در 10 تا منفی 5 منهای 5 ضرب در 10 تا منفی 5 از هم کم میشن، میشه 10 تا منفی 5 نیوتن. کدوم وری؟ به سمت چپ، که میتونیم جهت هم براش جای کنیم مشخص کنیم، به سمت چپ تصویر نیرو وارد شده. چقدر سوال قشنگی بود، به راحتی هم تونستی حل کنی. اینایی که دارم براتون حل میکنم یه لول از سطح کتابتون هم میتونه بالاتر باشه، شما قطعا میتونید سوالی به مراتب سخت‌تر از این رو هم حل کنید، اصلا نگران نباشید.